دوستان با برنامه دیگه در زمینه روایت یک کتاب در خدمت شما هستیم. مثل هر هفته در همکاری بین شهر کتاب الف و مؤسسه انسانشناسی و فرهنگ، من هر هفته کتابی رو معرفی میکنم که فکر میکنم کتاب ارزشمندی است و میتونید از اون استفاده کنید بدون هیچ گونه شک و تردیدی. کتاب هست که میتونید تهیهش کنید، داشته باشید، یا اگر در دسترس نباشه در کتابخونه تهیه کنید و اون رو مطالعه کنید برای کسانی که به حوزه های خاصی ربط دارن. من سعی میکنم کتاب ها رو از حوزه های مختلف علوم اجتماعی و انسانی انتخاب کنم و صرفا روی یک حوزه متمرکز نشم، چون ممکن مخاطبان بیشتری برنامه داشته باشه از کسانی که صرفا مثلا در حوزه انسانشناسی هست. کتابی که این هفته من میخوام بهتون توصیه کنم کتاب نسبتا بزرگی هستش، من جلدش رو بهتون نشون میدم. این کتاب عنوانش هست جریان های بزرگ در تاریخ اندیشه غربی. جریان های بزرگ در تاریخ اندیشه غربی، گزیده آثار بزرگ در تاریخ اندیشه اروپای غربی از سده های میانه تا امروز، نوشته فرانکلین لوفان بومر و ترجمه دکتر حسین بشیری. خب از لحاظ کسانی که کتاب رو نوشتن و ترجمه کردن نیاز به تعریف نیست، هر دو از اساتید هستند و کاملا مورد تایید و بهتر از اینها از این مجموعه نمیتونست شکلی رو تصور کرد برای اینکه کتابی نوشته بشه و کتابی ترجمه بشه. هم در حقیقت بومر و که در دانشگاه ییل هست و هم دکتر بشیریه که خودش استاد دانشگاه تهران بودند و بازنشسته شدند و امروز در آمریکا هستند و استاد بزرگ علوم سیاسی هستند که جز افتخارات ایران هستند، هر دو رفرنس هستند، هر دو کسانی هستند که کاملا میشه بهشون اعتماد داشت از لحاظ علمی. و کتابی هستش که همطور گفتم قطع بزرگی داره، قطع وزیری هستش. در سال نسخه که من دارم در سال 1382 منتشر شده و چاپ دوم هست، ولی من فکر کنم که این کتاب چاپ‌های بعدی هم داشته. کتاب فوق‌العاده‌ای هست، من میتونم فقط این رو بگم که یکی از بهترین کتاب‌هایی است که من میتونم به شما معرفی کنم برای کسانی که علاقمند هستند که علوم سیاسی رو بخونن یا به هر حال واردش بشن و درش پیشرفت کنن، و یا حالا مثلا فرض کنین آشنا بشن صرفا با چند کتاب با علوم سیاسی و نظریه هایی که در علوم سیاسی هست، یا اینکه زمینه اولیه رو شروع کنن بعد از خوندن این کتاب که بتونن برن به طرف مطالعه حالا اون حوزه یا اون نظریه یا اون بخش از تاریخ که بیشتر مورد توجهشون هست. این کتاب که در قطع وزیری هست تقریبا 1000 صفحه هست، 996 صفحه هستش، یعنی یک کار عظیم هست که دکتر بشیری انجام داد و واقعا من فکر می‌کنم که دکتر بشیری احتیاج گفتم معرفی نداره، بسیار بسیار کار کرده، هم به صورت تألیف و هم ترجمه و بسیار شاگرد تربیت کرده و ایشون واقعا دین بزرگی به تاریخ ایران داره، تاریخ معاصر ایران دین بزرگی نسبت بهشون داره و شاگردانی که تربیت کرده، آثاری که وجود آورده و غیره. و این کتاب به نظر من واقعا یک کتابی هستش که بسیار ارزشمنده. ببینید دقت کنید که این کتاب
آمده و علوم سیاسی رو یا اون چیزی رو که میتونیم بگیم مقدمه ای بر علوم سیاسی بودن، به خاطر اینکه ما قبل از انقلاب های به هر حال سیاسی قرن 19 علم سیاست رو داشتیم، چیزی به نام سیاست داشتیم، شناخت سیاسی داشتیم، ولی علم سیاسی در مفهوم دانشگاهی مثل هیچ علم دیگه در مفهوم دانشگاهی که امروز داریم نداشتیم. ولی خب مسئله سازماندهی اجتماعی، ساختارهای سیاسی که جوامع مختلف رو مدیریت میکنه، خب از زمانی که لااقل تمدن‌ها وجود دارن در بین جوامع انسانی وجود داشته و بنابراین ما همیشه متفکرین رو داشتیم که معمولا اینها چند گانه هم بودن، یعنی تو یک حوزه تخصص نداشتن، در فیلسوف بودن، حتی بعضی وقتا پزشک بودن، در این حال در علوم سیاسی و حوزه های مختلف کار میکردن. یونان باستان خودش یک نمونه این قضیه هستش، شخصیت مثل ارسطو رو در نظر بگیرید که هم یک بیولوژیست بود، هم یک فیلسوف بود، هم یک به نوعی یک جامعه شناس داخل گیومه پیش از به وجود اومدن جامعه شناسی بود. خب کتاب از همطور که از عنوانش که گفتم بهتون از جریان های بزرگ در تاریخ اندیشه غربی از صده های میانه شروع میشه، یعنی تقریبا از دوره رنسانس شروع میشه و با اون چیزی که میتونیم بگیم بیشتر یک اندیشه دینی و کلیسایی هستش که ما در این زمان داریم، یعنی فصل اول کتاب جهانبینی مسیحی هستش در صده های میانی که با آکویناس در اون روبرو میشیم، با آگوستین و درک کلیسایی به طور کلی به صورت گسترده اینجا در موردش بحث شده، با مسئله عرفان مسیحی، بطلیموس و آینهای دیگه عمدتا مسیحی در اینجا مورد بحث قرار گرفته و آمده کتاب تا رنسانس، یعنی در حقیقت کمی پیش از رنسانس شروع شده و بعد در رنسانس وارد شده و دوران رنسانس رو بسیار بسیار خوب پوشش داده در فصل در حقیقت چهارم که الهیات، در فصل دوم که عصر رنسانس هست، و ولی در خود فصل اول هم که در مورد مسیحیت هست تقسیم بندی بسیار خوبی انجام داده مؤلف که نشون بده چطور سیستم های دینی تحول پیدا میکنن، با سیستم های اجتماعی جلو میرن و اندیشه دینی که اندیشه نیست که ما تصوری که خامی که داریم، یک چیز بسته، یک اندیشه بسته که اصلا تغییر میکنه. بعد آمده وارد به اصطلاح عصر رنسانس شده و جلو آمده و نویسندگان این عصر رو بررسی کرده، کسانی مثل پترارک، مثل اراسموس و دیگران، و بحث مهمی در مورد ماکیاولی داره، بحث مهمی در مورد لئوناردو داوینچی داره و باتیستا آلبرتی داره که رابطه هنر و فلسفه رو نشون میده در حوزه سیاسی که بسیار بسیار جالبه و این نشون میده که چطور اینها میرسن به یک اومانیسم مسیحی که بعد خود این اومانیسم مسیحی پایه‌ای میشه برای اومانیسم سکولار که در فصل سوم به طور مفصلی به این تفرقه مذهبی که پروتستانتیسم رو از کاتولیسیسم جدا میکنه اشاره میشه و مفصل در مورد کالوین، در مورد لوتر و دیگران و اختلافات پروتستان ها و کاتولیک ها و فرقه های مختلفی که بیرون میاد از این قضیه و بعد امروز ما در جهان داریم فرقه های بی نهایتی که وجود داره بررسی میکنه، بحث مشخصی در مورد پروتستانتیسم و سرمایه داری داره که میدونیم وبر هم در این مورد بسیار بحث کرده و بحث بسیار مهمی است که چطور
این گذار اتفاق میفته به مسئله سرمایه‌داری مدرن. و از بحث‌های بسیار خوب همین بخش بحثی است که در مورد میشل مونتین داره و مونتین میدونه سرآغاز یک جریان جدید تفکر انتقادی هستش نسبت به این رویکرد اروپا محور که بعد ادامه پیدا میکنه تا روسو، دیدرو و دیگران و بعد تا امروز که نقد جهانی شدن به صورتی است که امروز وجود داره و بحث دیگر جهانی شدن یعنی لزوم تغییر وضعیت جهانی شدنی که ما امروز با اون سر و کار داریم. و بعد کتاب به مسئله علم میپردازه و رابطش با سیاست که از همون دوره مطرح هستش، مباحثی که مربوط میشه به نیوتن و دیگران و به هم ترتیب رابطه علم و دین و مباحث مختلف و فیلسوفانی که در اینجا درگیر میشن مثل لاک و نیوتن و دیگران رو مورد بحث قرار میده تا اینکه میاد و به فصل سوم میرسه که سده بلوغ اسمش هست و آثار سده 19 رو مطالعه میکنه، رومانتیسم و ایدئالیسم رو بررسی میکنه، روشنگری رو، اثباتگرایی رو، هگلیان جوان رو و بعد وارد مباحث ناسیونالیسم میشه، چطور ناسیونالیسم شکل میگیره و داروینیسم اجتماعی چی هستش و همین ادامه پیدا میکنه. در بخشی که به اسم عصر استراب هست ما میرسیم به اینکه چطور بشریت میره به طرف یک نوع سقوط و خشونت بزرگی که ما در قرن از اواخر قرن 19 شاهدش هستیم با استعمار، با بردهداری و بعد جنگ های جهانی اول و دوم، انقلاب ها، سیستم های توتالیتر که در مورد اونها بحث میشه، از جمله در مورد کمونیسم لنینی در روسیه و فاشیسم و هیتلریسم در ایتالیا و در به اصطلاح آلمان و بالاخره میرسه به در نهایت به روشنفکری، بحث روشنفکری که در اینجا به روشنفکران مهمی مثل کامو، مثل کستلر، مثل ژان پل سارتر، مثل کامو و دیگران بحث میکنه و در نهایت کتاب در حدود سالهای 1970 متوقف میشه، چون کتاب در حقیقت در سال 1973 78 منتشر شده و تا تقریبا دهه 70 همه چیز رو در بر گرفته. مباحث آخری که در کتاب مطرح شده مباحث انحطاط غرب هست، مباحث شپنگلر هست یعنی و دیدگاه های انتقادی هست که نسبت به مدرنیسم شروع میشه و در همینجا کتاب متوقف میشه و بنابراین بعد از این دیگه ما میدونیم که دیگه از دهه 70 اواخر دهه 70 دیگه ما وارد واقعا یه عصر جدیدی میشیم که تا امروز ادامه پیدا کرده. ولی این کتاب من میگم گفتم بهترین کتابی است که من دیدم که هر چقدر وقت گذاشته بشه که این کتاب با دقت خونده بشه واقعا میتونه به خوبی شما رو با مسئله سیاست آشنا کنه. کتاب جریان‌های بزرگ در تاریخ اندیشه غربی، گزیده آثار بزرگ در تاریخ اندیشه اروپای غربی از صدای میانی تا امروز، نوشته فرانکلین لوفان بومر، ترجمه دکتر حسین بشیریه که این کتاب رو مرکز بازاندیشی مرکز بازشناسی اسلام و ایران منتشر کرد. بسیار از شما تشکر میکنم و کتاب رو به شما نشون میدم. این کتاب اگر الان موجود نباشه در سیستمای کتاب فروشی ممکن شما در سیستمای دیگه بتونید پیدا کنید یا در کتابخونه تهیه کنید. مرکز بازشناسی اسلام و ایران کتاب‌های بسیار ارزشمندی رو منتشر کرده که توصیه میکنم به این کتاب‌ها رجوع کنید. بسیار ممنون و تا هفته آینده.